بیتا ملکوتی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر در واشنگتن با ماست. خانم نقدی پری، دقیقاً به چه علت بازداشت شده بود؟ ببینین، همونطور که گفتین، لیلا نقدی پری، طراح صحنه و لباس مطرح سینما ایران، روز 25 شهریور درست در اولین سالگرد قتل حکومتی مهسا در خیابان دستگیر شد و اونجور که کسانی که با او در تماس بودن گفتن، اصلا نه تجمعی بوده، در یک خیابان خلوتی بوده و هیچ خبری نبوده. 30 ساعت از او بی اطلاع بودند و بعد از 30 ساعت متوجه شدند که در زندان قرچک ورامین هست، اونجا بازداشت شده و اونجا نگهش می دارن. سعی کردن داروهایی که مصرف می کرده رو بهش برسونن که تا چند روز داروها رو بهش نمی دن و بعدش تازه داروها رو دریافت می کنه، بعد به زندان اوین منتقلش می کنن. بعد از 17 روز بدون که هیچ دلیلی بگن برای اینکه به چه علتی اصلا خانم نقدی پری بازداشت شده، لیلا رو نگه می دارن به مدت 17 روز. امروز ظهر به وقت ایران آزاد میشه بدون اینکه باز مطرح بشه که به چه دلیلی بازداشت شده. ولی خب لیلا جز اولین کسانی بود، اولین سینماگران زنی بود که در همون مهر 1401 در حقیقت با انتشار ویدیویی که الان هم داریم میبینیم نسبت به حجاب اجباری اعتراض کرد، بدون حجاب ظاهر شد و حمایت خودش رو از معترضین اعلام کرد، اون حرکت نمادین بستن موها رو انجام داد، چند پست گذاشت که بدون حجاب بودن در شبکه‌های اجتماعی، بدون حجاب در مکان‌های عمومی ظاهر شد و بعد یه ویدیو منتشر کرد و در اون ویدیو گفتش، ذکر کرد که دختر یک جانباز هست و با این همه انتقاد داره به شرایط امروز ایران، شرایطی که الان بر سینمای ایران حاکمه و اتفاقات فجیعی که در یک سال افتاده. واکنش‌ها چی بوده به بازداشتش؟ ببینین، الان میخوام بگم که اصلا سینمای ایران به دو جهان تقسیم شده. یک گروه هستن که با دیدن این جنایاتی که رخ داده همکاریشون رو قطع کردن با بدنه سینما ایران، در فیلمی شرکت نمی کنن، بازی نمی کنن یا فیلمی نمی سازند، حضور ندارند مگر اینکه در سینمای مستقل باشه، سینمای زیرزمینی باشه و هیچ گونه در حقیقت در اعتراض به این شرایط هیچ گونه همکاری نمی کنن با وزارت ارشاد و اینا. اما یک گروه هم هستن که اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده. الان شما ببینید در همین جشن حافظ که برگزار شد، دقیقا در سالگرد جمعه خونین زاهدان که در سال گذشته صدها زن و مرد و کودک و جوان کشته شدن، اینها در جشنی شرکت کردن و نه تنها در این جشن، که اصلا خود این کلمه واقعا مورد بحث هست که چه جشنی در سالگرد چنین جمعه خونینی، بلکه هیچ صحبتی نکردن، یعنی هیچ حمایتی نکردن، نه از این همه خون ریخته شده، نه از همین فجایع صحبت کردن و نه تنها و حتی از همکاران خودشون هیچ دفاعی نکردن، هیچ صحبتی نکردن. من هیچ جا نخوندم نشنیدم که حتی یک نفرشون در مورد لیلا نقدی پری که تا اون زمان در زندان بود بدون هیچ دلیلی بیاد صحبت کنه. یعنی یک عده اومدن این وسط وایستادن، در حالی که دیدیم بسیاری از سینماگرها از جمله محمد رسولوف، جعفر پناهی، محمود آل احمد، حامد رجبی و بسیاری دیگه چه حاضر شدن پشت درهای زندان، چه برای آزادیش آمدن، برای آزادی لیلا، و یا اینکه خیلی ها توی شبکه‌های اجتماعی تو صفحاتشون نوشتن، اما یک عده همچنان در وسط ایستادن، در حالی که زمان در وسط ایستادن واقعا گذشته در این برهه حساس تاریخی. ممنونم. بیتا ملکوتی، روزنامه‌نگار در واشنگتن.